long as I stay. سلامت ها چطور متوری من یاسندن دستم و خوش شدن به یه ویدیو جدید و گاد دیگه. آقا تو این ویدیو اومدم که بهتون یه آموزش خیلی گاد و یه سری نکات خیلی گاد در مورد شاتگان زدن رو بهتون بگم که این قسمت مختص به مولتی پلیره، یعنی این نکاتی رو میگم بهتون که توی شاتگان زدن توی مولتی به دردتون میخوره و چیز خیلی کاربردیه و اگه میخواید یاد بگیرید حتما حتما تا آخر ویدیو رو نگاه کنید. خیلی نکات گادی گفتم که این نکات رو رعایت کنی یکی از بهترین شاتگان پلیرها میشی، چون شاتگان زدن چیز خیلی ایزیه، خودمون سخت میگیریم به خودمون و با این نکاتی که بهتون میگم خیلی ایزی پیزی یه شاتگان پلیر خیلی گاد میشید. و اینکه آره، و قبل از اینکه ویدیو شروع کنم اگه ویدیو دوست داشتی هم لایک کن و تازه چنل سابسکرایب نکردی هم لایک کن سابسکرایب بزن زنگ بلاشم روشن کن تازه پودر هر زمان با خبر بشی و سری بیانا رو ببینی و دیگه بیش از این وقت رو تلف نکنیم. بریم سراغ نکاتمون. آقا نکات اول چیه و نکته اول چیه؟ نکته اول داشتن یه اتچمنت خیلی گاده که بتونی با اون اتچمنت وان شات کنی، موبیلیتی خوبی داشته باشه، دمیجش خوب باشه و قبل از چیدن اتچمنت باید یه گان خوب انتخاب کنی. یعنی چه شاتگانی باشه؟ شاتگان اچس باشه، کیارم باشه، بای 15 باشه، چی باشه؟ این سه تا شاتگان یکی از بهترین شاتگان ها هستن، چه مولتی چه بتل. و کیارم که همانو میدونیم توی مولتی خیلی خوبه ولی توی این سیزن موبیلیتیش به شدت به چخ رفته و واقعا خیلی خراب شده. و بای 15 هم میدونید که فایر ریتش توی مولتی خیلی اومده پایین و اچ اس بهترین گزینه است که من اومدم امتحانش کنم و یه اتچمنت چرت و پرت چیدم. همونطوری رفتم توی گیم گفتم ببینم این اتچمنت چطوریه که اتچمنت خوبی عذاب در اومد، که یه مازل اوکی گذاشتم براش، یه برل دمیج دار که اون دمیج و رنج رو ببره بالا و همون مازلش هم به خاطر این بود که دمیج و رنج گانو ببره بالا و بتونه از فاصله بیشتری بزنه. اما یه نقطه ضعف داره که این اتچمنت و این گان اینه که وقتی شما به انمی تیر میزنی، یعنی شما تیرتون دقیق و اون نشانه روی صفحتون دقیق نره روی انمی، وان شات نمیشه و حتی سه تا شات هم نمیکشتش، یعنی چه برسه به اینکه وان شات بشه. اگه ایمتون خوب نیست این اتچمنت امتحان نکنید، یا این اتچمنت یا این گان امتحان نکنید. اول از همه برید ایمتون رو اوکی کنید. ایمتون به چی ربط داره؟ نمیخوام زیاد در مورد ایم حرف بزنم چون میخوایم در مورد شاتگان زدن حرف بزنیم. برای اوکی کردن ایمتون باید یه سنسیویتی اوکی داشته باشید که اگه خواستید آموزش چیدن سنسیویتی هم بهتون بدم توی آموزش های بعدی. حالا به اون کاری نداریم، برای اوکی کردن ایمتون باید حتما حتما سنستون اوکی باشه تا بتونید خیلی خوب وان شات کنید و یه شاتگان پلیر اوکی بشید. خب بعد از اینکه اتچمنت ها رو چیدیم نیاز به چی داریم؟ فست اسکوپ زدن، که فست اسکوپ زدن خیلی حال میده با آدم. یعنی جدا از اینکه وان شات میکنه، جدا از اینکه انمی رو جر میده، وقتی شما انمی رو با فست اسکوپ یا دارک اسکوپ یا کویک اسکوپ میکشید بهتون یه حس خیلی عالی میده، انگاری که مثلا دنیا رو دادن بهتون. یعنی یه حس خیلی خوبی میده بهتون وقتی داری فست اسکوپ میزنی و این یه جورایی بهت حال میده. و فست اسکوپ زدن چطوریه؟ اینطوریه که شما خیلی سریع دو بار میزنی روی دکمه نشون میگیری و تو اون حالتی که نشون میگیری داره برمیگرده، دکمه شلیک رو میزنید و بهش میگن دارک اسکوپ، دارک اسکوپ، فست اسکوپ، کویک اسکوپ، اسمای زیادی داره
و اونم اگه بخواید آموزشید که زیاد آموزش خاصی نداره، اگه خواستید بگم براتون، اگه خواستید بگم براتون، همینجا میگم. فست اسکوپ زدن چطوریه؟ وقتی انمی میدونی نزدیکتونه یا حتی دوره، که برای اینکه اوکی تر و وان شاتش کنید، مثل همین الان یه بار میزنید روی نشونه گیریتون، بعد دوباره حدود یک ثانیه یا 0.9 ثانیه که گذشت بازم میزنید روی دکمه نشونه گیری و تو اون حالتی که داره برمیگرده نشونه گیری دکمه شلیک رو بزنی که یه فست اسکوپ خیلی ناز بزنه. حالا خیلی کوتاه گفتم که یاد بگیرید. اینا از نکته بعدی زدن فست اسکوپ. نکته بعدی یعنی نکته سوم که خیلی مهمه، خیلی 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 زیاد، یه نکته خیلی مهمیه که اگه شما این نکته رو رعایت نکنید و بلد نباشید، اصلا شاتگان زدن هیچ فایده ای نداره براتون و هیچ به دردتون نمیخوره. اول از همه میدونیم که شاتگان زدن، ما به دو دلیل شاتگان انتخاب میکنیم برای اینکه شاتگان بزنیم و گان نزنیم و شاتگان بزنیم، به خاطر دو دلیل. یک اینکه توی فاصله نزدیک دمیجش خیلی بالاست، دو اینکه موومنت خوبی داره و ما به دمیجش کار نداریم. وقتی موومنت خوبی داره و تو نتونی از اون موومنتش استفاده کنی، یعنی اصلا بهتر از شاتگان استفاده نکنی، چون یکی از نقاط قوت شاتگانه، زدن موومنت یکی از نقاط قوته. وقتی شما یه شاتو میزنید یه موومنت خیلی گاد میرید، انمی شما رو گم میکنه و بعد شات بعدی رو بهش میزنید و شاتهای بعدی. ولی اگه شما یه موومنت نرید، انمی خیلی ایزی پیزی شما رو میزنه. و داشتن موومنت خیلی مهمه، و موومنت که دیگه یه ویدیو خیلی جدا داره که حتما براتون میذارم، داشتن موومنت چه توی شاتگان زدن، چه توی اسنایپ زدن، چه توی گان زدن، چه تو بتل، چه مولتی، خیلی مهمه. و هر کسی موومنت بلد نباشه نوبه، یعنی یه جورایی نوبه خدایی، چون بدون موومنت خیلی راحت میمیرید. ولی وقتی شما موومنت داشته باشید، ورج ورجه کنی، این ور اون ور کنی، اصلا انمی نمیدونه کجا رو بزنه و اکثر تیراش به در و دیوار میخوره. ولی شما ثابت وایسی، انمی 100% شما رو میزنه قبل از اینکه شما بتونید اونو بزنید. داشتن موومنت واقعا خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. و الان یکی از ساده ترین موومنت ها رو بهتون میگم، اسلاید و جامپ. یه اسلاید میزن، یه جامپ، یه شات میزن، یعنی یه لیز خوردن و یه پرش میزنید با یه دکمه شلیک، بعد دوباره همینو ادامه میدید. این یه موومنت خیلی ساده است که موومنت های زیادی هستن توی بازی، مثل موومنت بروکن، موومنت چه میدونم، خیلی موومنت ها هستن که اگه خواستید آموزشو براتون میذارم، که حتما باید بذارم براتون، چون آموزش موومنت خیلی چیز مهمیه. این از این نکته. خب از نکته ها که بگذریم، نقاط ضعف شاتگان چیه که ما بدونیم؟ شما هممون میدونیم که توی هر کاری، نه فقط توی شاتگان زدن، نقطه ضعف اون کار رو بدونیم، میدونیم که باید چیکار کنیم که از اون نقطه ضعفمون سوء استفاده نکنن. شاتگان میدونیم که برای نزدیکه و یه نقطه ضعف خیلی بزرگه که نمیتونه از فاصله دور بزنه و این برای شما خیلی اذیته. ولی یه راهکار است، اینا که یه اسموک و یه ترمایت وردارید توی لود اوتتون، میدونید که انمی دوره، یه اسموک میندازی، یه ترمایت میندازی توی اسموک که اگه انمی بخواد نزدیکتون بشه بخوره به ترمایت و سرعتش کم بشه و هم شما به انمی نزدیک میشید، هم سرعت انمی کم میشه و هم خیلی ایزی شما انمی رو میزنید. و این نقطه ضعف هم خیلی ایزی با داشتن اسموک و ترمایت اوکی میشه. بعد یه نقطه ضعف دیگه که توی خیلی از مچ ها و خیلی از مپ ها نمیشه از شاتگان استفاده کرد، چون مپی مثل چه مپی؟ مثل کراس فایر، یه مپیه که اصلا خیلی کم میشه توی شاتگان زد و مخصوص اسنایپه، مپ کراس فایر مخصوص اسنایپه و اصلا به درد شاتگان زدن نمیخوره. ولی مپی مثل سومیت یا مثل تونسیا، این دوتا مپ و خیلی از مپ های دیگه به درد اسنایپ نمیخورن و بیشتر به درد شاتگان زدن میخورن و باید بدون که شما توی چه مپی چه گانیو باید انتخاب کنید و این خیلی مهمه. یعنی جوگیر نشید مثلا برید توی مپ بزرگی مثل کراس فایر برید شاتگان بکشید، چون اصلا موفق نمیشید. بالفرض یکی دوره
یه اسموک میندازی نزدیکش میشی اونو میزنی، یکی دیگه رو چیکار میکنی؟ این نقطه ضعف بزرگیه که توی هر مپی نمیشه از شاتگان استفاده کرد و این یه چیز خیلی الکیه که خیلی همون جوگیر میشیم و همه مپ ها شاتگان میزنیم و این واقعا چیز درست نیست. باید با همه گان ها بازی کرد و اون جایی که من دیدم پرو پلیر ها از شاتگان استفاده میکنن اون جایی که میفهمن تیم مقابل یه اسنایپریه که اصلا میس نمیده، یعنی یه اسنایپر خیلی گاده، یه شاتگان ایزی پیزی میکشن و وان شاتش میکنن، نمیذارن اون اسنایپر تکون بخوره. من اینو از آنالیز کردن بازی انکی دیدم و اینو از ویدیو امروز. اگه ویدیو دوست داشتید هم لایک کن و تازه چند سابسکرایب نکردی هم لایک کن، سابسکرایب بزن زنگ لاشم روشن کن و ویدیو حتما لایک کن و اگه خواستی از این سبک آموزشام بازم براتون بذارم حتما توی کامنت ها بنویسید. تو ویدیو بعدی، ویدیو یاد بعدی، خدا نگهدار و بوس به کله هاتون.